دوربین هست؟ من داری؟ من نمیبینمت. اما خیلی فشن شدم نه؟ خوشین آقا یه 3-2-1 بگی من شروع کنم. حضور تیم سپاهان و آقای جوز مورایس در ریاض مصادف شد با حضور استاد رونالدو و تیم انس در ریاض و پا داد و دیداری بین آقای مورایس و رونالدو شکل گرفت. فکر میکنید بعد سلام و احوال پرسی رونالدو دنبال چی میگشت؟ برگشته گفته چرا قرمه سبزی بر من نیاوردی؟ جانم؟ افتخار دیگری برای ایران و ایرانی بر طبل شادانه بکوب. ببین آقای رونالدو اومد ایران، فرش دستباف چند میلیاردی بهش دادن، اون همه ملت دنبال اتوبوسش دویدن، این همه لطف و اینا شامل حالش شد، اما در سراغ چه میگیره؟ تا قرمه سبزی. یعنی ببین غذاهای ما یه مدلیه، یه طعم، یه مزه، یه حسی داره، طرف رونالدو هم باشه دنبالش بگرده یادش نمیره. فقط میدونی مشکل چیه؟ مشکل توی اسم غذاهای ماست. یعنی مثلا فکر کن ما بخوایم به یکی بگیم کله پاچه، بعد بگیم چی؟ مثلا بیا هدن لگ بخور. خب یارو فکر میکنه ما آدم خوار چیزی هستیم. یا مثلا یتیم چه؟ مثلا نو فادر لیدل. یا مثلا قیمه، مثلا لیدل لیدل. خود غذای خیلی خوبه ها، ایراد فقط از اسمشه. بعد به نظرم غذاها یه شخصیتی دارن و درس اون هم میشه راجع به اسمشون تصمیم گرفت. مثلا تو غذا من مثلا شبیه سوپم، فقط آدم های مریض میان سراغم. فقط آقای قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال ایران برگشتن این جمله قصاری گفتن. برگشتن گفتن اگه ما بد بودیم چرا اینقدر کرنل زدیم؟ اگه ما این همه ایراد داشتیم پس چجوری 12 تا کرنل زدیم؟ خب راست میگه بنده خدا، تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا نقاب ها برداشته شد. یعنی واقعا درست میگن؟ مگه همین جوریه کرنل زدن؟ کرنل زدن مگه همین شکلیه؟ اگه ما بد بودیم این همه اوت مینداختیم، اوت. اگه ما بد بودیم این همه تکل اونقدر خفن میرفتیم. ما اگه بد بودیم 11 تا بازیکن با هم دیگه تو زمین میموندن، اصلا امکان نداشت که. ارزش کرنل رو الان آقای قلعه‌نویی خیلی خوب نشون دادن. قیافه کرنل بنده خدا بعد از اینکه این همه بهش عزت احترام گذاشته شد و حتی بالاتر از گل دیدنش. آقای کانیه وست همچین یه تیپ عجیبی زده، رفته بازی اینتر رو ببینه. تا شکلی؟ این شکلی. آقای کانیه وست کلن همه چی نقطه نقطه دیده بنده خدا. فکر کنم سیاه‌سفید میبینه، چشش به نور آلرژی داره، همه چی سیاه‌سفید دیده کلن. الان دارم میفهمم اون موقع که ما مدرسه میرفتیم یه چیزی سرمون میکردیم چشمون فقط معلوم بود، همه رو پوشونده بودیم و اینا. چقدر اون موقع ما رو مد و فشن بودیم. یعنی الان دزدایی که جوراب میکشن سرشون بیان تو بانک دزدی، اینا رو قبل از ورود به بانک اگر بگیرنشون قشنگ میتونن بگن ما رو مدیم، ما رو فشن، ما از آقای کانیه وست تقلید کردیم ننداختیم سرمون، باز دزدی نمیریم که. این هفته آیتم همش راجع به مد فشنه. یعنی الان استایل جدید آقای نیمار رو ببینیم. آخه این چه وضعیه، این چه مدل لباس پوشیدنیه. انگار مثلا به ناتاشا گفتن بیا نقش سیندرلا رو بازی کن، یا انگار مثلا آقای شجاع خلیلزاده به یه سری خبرنگار با شناسنامه و ملیت ایرانی خیلی جدی عصبانی و خشمگین برگرده بگه که نقاط ضعف خط دفاع اصلا به شماها مربوط نیست. میخوام صحبت کنم. به کی با؟
تو مجبور میشه نه حرف در قطار بسلی خاطر دفاعی یا مثلا استاد ایرج ملکی اسکورسیزی دوم کاندید نمایندگی مجلس بشن. البته خب اینو که ایشون شدن، مثلا کاندید ریاست جمهوری بشن دیگه. این دنیا به درد نمیخوره بابا. چه کاری آقا میکنی؟ چه نیمارا میرزی تو بن سلمانا؟ چه وضعیه؟ یک ویدیویی از استاد مسی وایرال شده که با هم دیگه میبینیم. استاد اون بنده خدا افتاده زمین، شما چیشو داری دریبل میزنی؟ اصلا افتاده زمین که شما دریبلش نزنی. شما چیپ میزنی ارومیت؟ صورتی میپوشی جدیدن؟ جوان مردیت کجا رفته؟ یعنی اگه جوان مردی اینقدر بوده شما توپا میزدی بیرون؟ که به اون حال اون بنده خدا رسیدگی بکنن. بله امپراتور، بله حتما، شما سلاشی میدونیم. اما طولانی ترین نام خانوادگی که پشت پیراهن درد شده مربوط میشه به آقای مهاجم هلندی که سابقا تو هال سیتی بازی میکردن با یه اسم انقدری. عکسشو ببینین. بنده خدا اینقدر اسمش طولانیه قشنگ نیم دایره شده. شما فکر کن اون آقاه هست اخبار شبانگاهی میگه سید دانیال معین آل داوود، اگه ایشون فوتبالیست میشد چه بلایی سرش میمد؟ یعنی با نیم دایره که کار را نمیافتاد که. یه متساوی و ساقه نیم متساوی از لایه هزلولی چیزی بد در میمد. برای چی اینقدر اسماتونو طولانیه نوشتنش سخت میشه؟ مثلا فکر کنین چینیا اگر راحت هم نگر صدا میکنن و هم میگم یهوی، تا میگن هوی طرف میفهمه باهاشه برمیگرده خیلی هم محترمان است. تو ایران هم میگن پس کن چی میگین؟ هوی اوی اوی همین راحتی. فکر کنی اوی بخوای بنویسی پشت اسمه بماره بازی کن قشنگ ساده راحت. تو به نظرم اصفهانی ها در این زمینه ترکوندن. من راضیم ازشون. چی میگن؟ خره خره نره اون بری بیا خره. با توجه به این که لهجه اصفهانی مصری است اما من نمیتونم یک کلمه که میگم بقیهش رو اصفهانی نرم، از ادون تا هفته دیگه خداحافظی میکنم. اما راقب خودتون باشین ده.